سایلنت هیل دو نسبت به شماره پیشین خودش بسیار متفاوت بود. نسخه اول بر آیین‌ها، عقاید و خلق فرقه تمرکز داشت، ولی نسخه دوم روندی کاملا متفاوت رو پیش گرفته. همین موضوع باعث شد طرفداران مجموعه شوکه بشن. سازنده ها برای بسترسازی این مجموعه زحمات قابل توجهی کشیده بودند و پشت کردن به همه اونها عاقلانه و مقبول نبود. بنابراین طرفداران مطمئن بودند که داستان هری میسون و دختر تازه متولد شدهش ادامه پیدا میکنه. به همین خاطر یک سال بعد از عرضه نسخه دوم، نسخه سوم عرضه شد. همونطور که انتظار میرفت، این شماره ادامه دهنده داستان مبهم نسخه اول بود. بازی ابتدا بر روی PS2 عرضه شد و بعد از یک ماه برای PC پورت شد. سایلنت هیل 3 به مانند دو قسمت پیشین نمرات عالی دریافت کرد و با استقبال مخاطبان و منتقدان همراه شد. گرافیک بازی تا حد انتظار پیشرفت کرده بود و در اون زمان جزو آثار با کیفیت نسل ششم دسته‌بندی می‌شد. قابل توجه ترین تغییر بخش بصری، بهبود نورپردازی و جزئیات محیط بود. داستان بازی 17 سال بعد از وقایع نسخه اول روی می‌دهد. داستانی با محوریت سردرگمی و سرگردانی. در این نسخه هم شاهد معماهای سرگرم کننده و عالی مجموعه بودیم. درجه سختی معماها قبل از شروع بازی توسط بازیکنان تعیین می شد. یکی از نکات جالب توجه تفاوت شگفت‌انگیز بین درجه سختی های مختلف معماها بود. در کل میشه گفت هر اون چیزی که نیاز بود تا بازیکنان علاقمند به سبک دلهوره و ترسناک تجربه کنن مهیا بود. تنها میبایست افکار آشفته و پریشان روزانه خودشون رو کنار میگذاشتن و ماجراجویی خودشون رو تا فراز تپه های خاموش که در اثر ظلم به بیگناهی طغیانگرتر از پیش شده رو آغاز کنن. بیشتر از این شما رو منتظر نمیگذاریم و یک راست به سراغ داستان نسخه سوم سری بازی محبوب، ترسناک و مهیج سایلنت هیل میریم. با استرس به اطرافش نگاه میکنه. مه فضا رو پر کرده. صداهای عجیب لرزه بر اندام آدم میندازن. از دیدن چاقویی که به دست گرفته شوکه میشه. اینجا کجاست؟ این چاقو دست من چی کار میکنه؟ آیا کسانی قصد جون منو دارن؟ دوربین دختری رو نشون میده که آروم آروم مشغول قدم زدن در یک پارکه. اون آشفته و سردرگمه. صداهای مهیب و ترسناک فضای محیط رو پر کردن و نفسهای اون هر لحظه ضعیفتر و ضعیفتر میشه. نمیدونه چه چیزی پشت این مه غلیظ انتظارش رو میکشه، ولی مطمئنن هر چیزی که هست خشن و بیرحمه. ترس تا سرحد مرگ وجودش رو فرا گرفت. حالا متوجه میشه که اوزا وخیمتر از اون چیزیه که فکرش رو میکرده و میبایست برای حفظ جونش با چنگ و دندون تلاش کنه. اون همینطور در محیط پیشروی میکنه تا در نهایت به خط آهن میرسه. در همین لحظه صدایی از دوردست نظرش رو جلب میکنه و هر لحظه نزدیک و نزدیکتر میشه. نگران و مضطرب تنها به سمت صدا خیره شده. ناگهان قطاری پریدار میشه که با سرعت هرچه تمامتر به سمتش در حال حرکته. پیش از اون که بتونه عکس العملی نشون بده، به نظر میرسه قطار با اون برخورد میکنه و
ناگهان از خواب میپره. سراسیمه محیط اطرافش رو نگاه میکنه و متوجه میشه در سالن غذاخوری حضور داره. تمام اون حوادث کابوسی بیش نبوده. آروم آروم خودش رو جمع جور میکنه و به قصد بازگشت به خونه از سالن خارج میشه. اون به سمت یک باجه تلفن حرکت میکنه و با پدرش هری میسون تماس میگیره. بله، درست شنیدید. هری میسون. این دختر همون دختریه که در پایان نسخه اول بازی آلسا اون رو به هری داد. حالا 17 سال از اون ماجرا میگذره و هری نام هدر رو برای اون انتخاب کرده. ابتدا از اینکه زودتر با پدرش تماس نگرفته بود، عذرخواهی میکنه و به اون میگه چیزی رو که قرار بوده براش بیاره رو پیدا نکرده و حالا در راه بازگشت به خانه است. به نظر میرسه اون دو به شدت به هم وابستن و هری همچنان مهربانانه و دلسوزانه با هدر رفتار میکنه. اونها از هم خدافظی میکنند و هدر گوشی رو قطع میکنه و بعد از چند لحظه متوجه مردی میانسال میشه که مستقیما به اون زل زده. دختر گوشی رو به سمتش تعارف میکنه ولی مرد میانسال سری تکون میده. بعد از چند دقیقه مرد مرموز خودش رو کارگاه داگلاس کارتلند معرفی میکنه و از دختر میخواد تا وقت کوتاهی رو بهش اختصاص بده و به سوالاتش پاسخ بده. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. اون میخواد در مورد تولد دختر باهاش صحبت کنه، اما هدر نسبت به حرفهای کارگاه بی‌اعتنایی میکنه و داگلاس هم با سماجت اون رو تعقیب میکنه. دختر از کوره در میره و داگلاس رو تهدید میکنه که شروع به جیغ زدن میکنه. کارگاه عذرخواهی میکنه و هدر هم وارد دستشویی میشه. اون میخواد از دست این کارگاه سمج فرار کنه. داخل دستشویی هدر متوجه سمبولی میشه که بر دیوار حک شده. اون با دیدن این سمبول دچار سردرد عجیبی میشه و احساس میکنه که این سمبول رو قبلا جایی دیده. در طول این مدت داگلاس همچنان بیرون دستشویی منتظر هدر میمونه. اگر گیمر بخواد از در دستشویی بیرون بره، با این نوشته روبرو میشه که اون مرد مرموز هنوز بیرون منتظره، که این نکته نشان از ترس حاکم بر هدر داره. هدر از طریق پنجره دستشویی خودش رو به سالن فروشگاه میرسونه و به سرعت به سمت درب خروجی حرکت میکنه. به نظر میرسه هیچ کس در فروشگاه حضور نداره. متاسفانه درب خروجی فروشگاه مسدود شده و به ناچار به سمت درب پشتی حرکت میکنه. هدر بعد از کمی جستجو در یکی از مغازه‌های لباس فروشی یک اسلحه پیدا میکنه. در کمال تعجب به یک بار کل فروشگاه از وجود هیولاها پر میشه. What
اون همینطور با آشفتگی به پرسه زنی ادامه میده تا در فروشگاه با زنی مرموز به نام کلادیا وولف ملاقات میکنه. Hey, wait. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters? زن بسیار زیرک به نظر میرسه و در مورد حیات مجددی صحبت میکنه که سالها پیش توسط انسانها نابود شده. کلادیا بهش میگه که به نیروش جهت این کار نیاز داره و به هدر گوش زد میکنه که کلادیا و بود حقیقیش رو به خاطر بسپاره. چند لحظه بعد هدر در اثر سرگیجه به روی زمین میفته و کلادیا آهسته آهسته و با لبخندی معنیدار از اون فاصله میگیره. مدتی بعد هدر به هوش میاد و در مورد حرفهای عجیب اون زن فکر میکنه. I don't get it. What does she want me to remember? اون با احتیاط سوار آسانسور میشه. به نظر میرسه آسانسور خالی باشه. اطراف اون رو فنس‌های عجیبی احاطه کردن. در همین حین هدر هیولایی رو اون سوی فنس مشاهده میکنه و از شدت ترس جیغ بلندی میکشه. خوشبختانه آسانسور شروع به حرکت میکنه. هدر مدام به خودش القا میکنه که تمامی این حوادث کابوسه، فقط نمیدونه کی قراره از شر این کابوس وحشتناک خلاص بشه. آسانسور نیسته ولی فروشگاه تغییر کرده و وارد فاز آدرورد شده. موجودات بیشتر و خشنتری در محیط پرسه میزنن و فروشگاه دیگه هیچ شباهتی به قالب اصلی خودش نداره. هدر در محیط به گشت و گذار میپردازه و برای حفظ جونش از هیچ تلاشی دست نمیکشه. بعد از کمی جستجو جلیقه ضد گلوله‌ای رو پیدا میکنه. هرچند این وسیله از اون محافظت میکنه ولی خب طبعا حرکتش رو هم کندتر میکنه. در نهایت اون با اولین باس بازی روبرو میشه. این هیولا شبیه به یک کرمه. بعد از مبارزه نفسگیر هیولا از بین میره و فروشگاه به شکل اصلی خودش برمیگرده. What? It's the shopping mall just like before. Am I back? هدر به سمت پله هایی که به مترو ختم میشن حرکت میکنه. در بین راه اون مجدداً داگلاس رو ملاقات میکنه. داگلاس از اتفاقاتی که روی میده مضطرب و نگرانه و از هدر علت اونها رو پرسجو میکنه. What did I do? And what do you mean by one of them? هدر هم مانند اون اظهار بی اطلاعی میکنه. بعد از اون داگلاس رو به همدستی با کلادیا متهم میکنه. داگلاس در جواب بهش میگه که اون هیچ مسئولیتی در قبال مسائل پیش اومده بر عهده نداره و تنها از طرف کلادیا استخدام شده بود تا هدر رو پیدا کنه. Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? هدر احساس بدی در مورد شرایطی پیش اومده داره و بر این باوره که این حوادث به اون و قدرتش، یعنی همون قدرتی که کلادیا ازش صحبت میکرد، مربوط میشه.
just an innocent bystander, but داگلاس به هدر میگه مگه چه قدرت منحصر به فردی داره که اینطور فکر میکنه. هدر میگه که به طور دقیق اطلاع نداره ولی حس میکنه که چیزهای فراموش شده و مهمی در گذشتش وجود داره. هدر به راهش ادامه میده و داگلاس ازش میپرسه که به طرف کجا میره. هدر در جواب میگه قصد داره از طریق مترو خودش رو به خونش برسونه. شخصیت ما بدون اینکه منتظر ادامه حرفای داگلاس بشه از اون جدا میشه که به معنای عدم اعتماد به داگلاسه. بدین ترتیب اون دو از هم جدا میشن. متاسفانه مترو از هیولاهای مختلفی پر شده. هدر آرام آرام و با صبر و حوصله به راه خودش ادامه میده. بعد از کلی ماجراجویی و مبارزه، قطاری مرموز جلوی اون میسته و ناگهان دربهای اون باز میشه. هدر که دیگه چاره ای نداره از شانس خودش استفاده میکنه و با احتیاط سوار قطار میشه. دربهای قطار ناگهان بسته میشه و به سمت مکانی نامعلوم شروع به حرکت میکنه. هدر سراسیمه سعی میکنه درها رو باز کنه ولی بیفایده است. اون با نگرانی لحظه های ترسناک رو سپری میکنه تا ببینه در نهایت چه بلایی قراره به سرش بیاد. بعد از سپری کردن لحظاتی سرشار از ترس و دلهوره، قطار ناگهان میسته و درهاش باز میشه. هدر با سرعت از اون پیاده میشه. گویا اینجا شبکه فاضلابه. بعد از کمی جستجو و رویارویی با هیولاها از اونجا خارج میشه و به ساختمانهایی برمیخوره. وارد یکی از اونها میشه. اون همینطور به راهش ادامه میده و یکی بعد از دیگری هیولاها رو از پای در میاره. در نهایت اون به یک وان حمام میرسه. ابتدا شیر حمام رو باز میکنه ولی اتفاق خاصی روی نمیده. هدر از این موضوع خوشحال به نظر میرسه، اما ناگهان از شیر حمام خون جاری میشه. در همین بین هدر مجدداً دچار سرگیجه شدیدی میشه و بر روی زمین میفته. لکه های خون زمین و دیوار و سقف و کل محیط رو تحت تأثیر قرار میدن و گویا مجدداً تغییر دنیا اتفاق افتاد. تصویر سیاه میشه و صدایی مرموز به گوش میرسه. اون این شرایط رو طغیان و سرکشی دنیای دیگه مینامه و همچنین در ادامه توضیح میده که این دنیا مربوط به کابوس‌های تاریک شخصیه. هدر لحظاتی بعد با عصبانیت از جای خودش بلند میشه. هرچند هرچه بیشتر پیش میره گیجتر و گیجتر میشه. بی هدف و سردرگم به پرسه‌زنیش ادامه میده. در نهایت در کلینیک روانپزشکی فردی رو میبینه که روی صندلی نشسته. Heather, that's what you're called now, isn't it? And who are you? اون کسی نیست جز وینسنت. اون ادعا میکنه طرف هدره و هیچ ارتباطی با کلادیا نداره. وینسنت حرفهای تندی در مورد هری به زبون میاره و همین موضوع باعث میشه هدر از کوره در بره. Don't talk about my dad like that.
اون متوجه اشتباهش میشه و به سرعت عذرخواهی میکنه. وینسنت ادعا میکنه که از گذشته و خیلی مسائل دیگه هدر مطلعه، ولی چیز خاصی به زبون نمیاد. در نهایت هدر از طرز رفتار و صحبت‌های مرموزانه اون خسته میشه و با این گمان که اون هم همدست کلادیاست محل رو ترک میکنه. Wait, I'm not finished talking. اون به طبقه پایینی ساختمون میره. در اینجا موجودی عجیب بخش خروجی ساختمون رو مسدود کرده. هدر در حین جستجو کتاب داستانی رو پیدا میکنه که در اون سرگذشت روستاییانی که از طریق وردی تونسته بودند هیولای نگهبان روستاشون رو از بین ببرند رو شرح داده. هدر ورد رو با صدای موزون بر زبان میاره. تو فوی ego eris weird writing. ناگهان در کمال تعجب صدای ناله هیولا فضا رو پر میکنه و راه باز میشه. هدر از ساختمون فرار میکنه و بعد از پشت سر گذاشتن خیابانهای تاریک و ترسناک به آپارتمانش میرسه. در نهایت شاید بتونه در آپارتمانش کمی به آرامش برسه و از کابوسهاش فرار کنه. محیط مجدداً به شکل عادی خودش برمیگرده. هدر با هیجان در مورد اتفاقات پیش اومده بلند بلند شروع به توضیح دادن میکنه. اون همینطور به صحبت کردن ادامه میده که متوجه میشه هری آرام بر روی صندلی نشسته و هیچ عکس العملی نشون نمیده. اون نگران میشه و به سمت جلوی صندلی حرکت میکنه. در کمال ناباوری پدرش رو میبینه که غرق در خونه. بله، هری شخصیت اصلی قسمت اول کشته شده. به نظر میرسه اصابت خنجری بزرگ به سینه‌اش اون رو از پای در آورد. هدر از شدت ناراحتی بر زانوهای خودش میفته و شروع به گریه و زاری میکنه. در همین اوضاع و احوال ناگهان نگاه هدر به ردخونی میفته که تا سقف آپارتمان امتداد پیدا کرده. اون ردخون رو دنبال میکنه تا اینکه با کلادیا مواجه میشه. زنی بسیار سنگدل و بیره. هدر از اون دلیل این همه کینه و دشمنی رو جویا میشه و کلادیا در پاسخ در مورد انتقامی صحبت میکنه که مربوط به 17 سال پیشه. اون هری رو مسبب ویران شدن عقاید و آمال و آرزوهاش میدونه. هدر اون رو تهدید میکنه و اسلحه‌اش رو به سمت کلادیا نشونه میره. کلادیا به هدر میگه که قاتل پدرش اون نیست، بلکه تنها دستورش رو صادر کرده. در حقیقت قتل توسط هیولایی با نام میشنری صورت پذیرفت. کلادیا همچنین در آخر اضافه میکنه که در شهر سایلنتیل منتظر اون خواهد موند، چرا که اون رو دروازه ورود به بهشت و مادر رب و نوع فرقه میدونه. هدر بعد از مبارزه نفسگیر هیولای مذکور رو از بین میبره و مجدداً به آپارتمان برمیگرده. شخصیت داستان ما در اینجا داگلاس رو مشاهده میکنه که مشغول خواندن دعا برای هریه. هدر چند مرتبه با عصبانیت سرزنیشش میکنه و اون رو مسبب این جریانات میدونه. داگلاس با آرامش و صبر و حوصله تنها اظهار تأسف میکنه. لحظاتی بعد هدر آرومتر میشه و پیکر بیجان پدرش رو روی تخت میگذاره و با ملافه و گل اون رو میپوشونه. There's no one here to give him a decent burial. Oh.
I'm sorry, Dad. What do you do now? سپس با صدای بلند اظهار میکنه که قصد داره به سایلنت هیل سفر کنه تا کلادیا رو با دستان خودش نابود کنه. That's what she believes, then fine. But she won't get away with what she did. When I find her, I'll kill her myself. داگلاس پیشنهاد میده که میتونه با ماشینش اون رو به شهر ببره. I don't need your help. Yeah, but it's too far to walk. Besides, I'm partly responsible for this. I'll bring the car around back. Come by when you finish saying goodbye. You know, you might die too. That's fine. Nobody's gonna cry over my grave. قبل از خروج از ساختمان، هدر به سمت صندلی هری میره و اون رو به خاطر اینکه گفته بود خیلی قویه و هدر رو تنها نخواهد گذاشت، دروغگو خطاب میکنه که باز هم نشونی از حضور کودکی در شخصیت هدره. اون برای آخرین بار با پدرش خداحافظی میکنه و سپس به سمت ماشین حرکت میکنه. داگلاس به هدر میگه که با مردی به نام وینسنت ملاقات کرده و اون خودش رو دوست هدر معرفی کرده. وینسنت به داگلاس گفته بود که در سایلنت هیل دنبال فردی به نام لنارد بگردن و همچنین نقشه شهر رو هم به اون داده بود. هدر هنوز هم فکر میکنه وینسنت شخص قابل اعتمادی نیست، ولی از طرف دیگه جز این هم چاره ای نداره. لحظاتی بعد داگلاس برگه رو به هدر نشون میده و میگه که مربوط به پدرشه. Take this too. What's this? هدر روی اون رو میخونه که نوشته شده برای دختر عزیزم. هدر و داگلاس سفر طولانی در پیش دارن. همین مسیر طولانی باعث میشه اون دو سر صحبت رو با هم باز کنن. داگلاس میگه که پیش از این روی پرونده‌ای کار میکرده که مربوط به ناپدید شدن فردی بوده که به سایلنت هیل سفر کرده. احتمالاً فرد مورد نظر اون جیمز ساندرلند شخصیت اصلی قسمت دومه. اون فکر میکنه اهالی اتفاقات، آداب و رسوم سایلنت هیل کریه و مرموزن. ناگهان هدر دوباره دچار سردرد میشه. داگلاس از اون علت رو جویا میشه و هدر بهش میگه که در حال به یاد آوردن گذشته است و در ادامه بهش میگه که در اون شهر نفرین شده به دنیا اومده و همونجا هم بزرگ شده. داگلاس بابت حرفی که زده شرمگین میشه و عذرخواهی میکنه. هدر به حرفش ادامه میده. اون میگه که موضوع به 17 سال قبل مربوط میشه. زمانی که زنی دیوانه جهت به دنیا آوردن رب و نوع ایدئالش دست به اقدامی غیر انسانی میزنه و دخترش رو فدای مراسمی وحشتناک میکنه. اون دختر قدرت‌های عجیبی داشته. مثلا میتونسته با آرزو کردن جان انسان‌ها رو بگیره یا اجسام رو جابجا کنه. همین قدرت‌ها باعث شد همه اون رو جادوگر خطاب کنن. داگلاس از حرف‌های هدر بهت زده شده. هدر میگه که اون دختر در نهایت رب و نوع مذکور رو به دنیا میاره، ولی سخت کوشی و فداکاری‌های مردی باعث شده که تمام تلاش اعضای فرقه هدر بره و اون موجود از بین بره. و البته اون مرد کسی نبوده جز پدرش هری. هدر میگه هرچند اون دختر از بین رفت، ولی در لحظات آخر کودکی رو به پدرم داد. پدرم اون کودک رو به فرزند خوندگی پذیرفته و در تمام طول عمرش اون رو مورد محبت و مهربونی قرار داده. حالا هدر فکر میکنه کلادیا بعد از 17 سال قصد داره مجدداً اون مراسم رو برگزار کنه و قربانی اون کسی نیست جز خودش. در انتها هدر از پدرش صمیمانه تشکر میکنه که همیشه اون رو مورد حمایت قرار میداده و باعث خوشحالیش میشده.
اونها به سایلنت هیل میرسن. اینجا دقیقاً همون جاییه که با شخصیت اصلی نسخه دوم جیمز ساندرلند در اون به گشت و گذار پرداختیم. اونها خودشون رو به مسافرخونه ای در مجاورت روز واتر پارک میرسونن. بعد از استراحتی کوتاه تصمیم میگیرن از هم جدا بشن و هر یک به جستجوی بخشی بپردازن. داگلاس به سمت خانه لنارد رهسپار میشه در حالی که هدر تصمیم میگیره بیمارستان بروک هیون رو بررسی کنه. اونها با هم قرار میذارن بعد از جستجوی مکانهای مذکور مجدداً همدیگر رو در این مسافرخونه ملاقات کنن. چیزی که مشخصه اینه که ترس وجود هر دوی اونها رو فرا گرفته و این از مکالماتشون کاملا واضحه. البته این دوتا در نهایت تصمیم میگیرن با اون مقابله کنن تا هرچه سریعتر به این کابوس وحشتناک خاتمه بدن. هدر در خیابان‌های تاریک و مهالود به پیشروی خودش ادامه میده. اون تصمیم میگیره برای پیدا کردن وسایل ضروری وارد کلاب هیونز نایت بشه. اینجا همون جاییه که در سایلنت هیل 2 جیمز در اون پوستر رقاصه‌ای با نام ماریا رو دیده بود و داستان ماریا در بورن فرام ا ویش از اونجا شروع میشه. بعد از کمی جستجو هدر وارد بیمارستان بروکهاون میشه. بیمارستان نسبت به نسخه دوم تغییراتی داشته. به نظر میرسه در این شماره کمی نوتر و سالمتر شده. ولی لازمه که بدونید همچنان پرستاران معروف مجموعه در اون حضور دارن تا بلکه به هدر آسیب برسونن. هدر در حین جستجوی بخش روانی بیمارستان در چند جا با عروسک‌های عجیبی برمیخوره. همچنین اون پرونده‌ای راجع به بیماری به نام استنلی کولمن پیدا می‌کنه. به نظر میرسه استنلی تحت تأثیر هدر قرار گرفته بوده و اون رو می‌شناخت. این نوشته‌ها سراسر نشانگر بروز احساس و عاطفه است و به نظر میرسه این فرد که هدر تا حالا حتی اسمش رو هم نشنیده به معنای واقعی مجنون هدر شده. اون لحظاتی بعد متوجه صدای زنگ تلفن میشه. تصمیم می‌گیره بهش پاسخ بده. هدر صدای مردی رو میشنوه که اون رو به جای کلادیا اشتباه گرفته. اون کلادیا رو سرزنش میکنه و ازش میخواد که از کله شقبازیهاش دست برداره. هدر بهش میگه که اون رو عوضی گرفته و بعدش خودش رو معرفی میکنه. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. اون مرد خودش رو لنارد وولف معرفی میکنه. ادعا میکنه که پدر کلادیاست و بابت کارهای احمقانه اون واقعا شرمساره. لنارد از پشت تلفن کینه و غضب هدر رو تشخیص میده و بهش میگه که حتما برای گرفتن جان دخترش به اینجا اومده. هدر حرفش رو تایید میکنه و بعد از اون بلایی که بر سر پدرش آورده رو بیان میکنه. لنارد گویا پشت در یکی از اتاقهای طبقه دوم زندونیه و از هدر میخواد که اون رو آزاد کنه. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. اون ادعا میکنه نشونی داره که میتونه هدر رو در این راه کمک کنه. بعد از اتمام مکالمه هدر به فکر فرو میره. لنارد دقیقاً کجا میتونه باشه؟ اون به طرف طبقه دوم حرکت میکنه و در نهایت به نظر میرسه اتاق مذکور رو پیدا میکنه. این اتاق قبل از اینکه هدر و لنارد با هم صحبت کنن وجود خارجی نداشته. اون در اینجا بر روی دیوار علامت ساموئل رو میبینه. این بار دیگه سردردی از دیدن این نشان بهش دست نمیده و میگه که این طلسم رو میشناسه.
بعد از لمس کردن اون فیلمی پخش میشه که مربوط به گزارشات پرستاری در مورد یک بیماره. بعد از تموم شدن فیلم هدر میگه که این پرستار رو میشناسه و نام اون لیزاست، تنها دوست و یار زمانی که در بیمارستان بستری بوده. اون لیزا رو دوست داره ولی با این حال اون رو فردی عجیب خطاب میکنه. لیزا در این فیلم وضعیت وخیم آلسا رو شرح میده. هدر همینطور در ساختمان قدم میزنه بلکه سرنخی از لنارد پیدا کنه. اون متوجه راهروهای پیچ در پیچی میشه که در نقشه نیومدن. در اینجا برای اولین بار بیمارستان تغییر حالت میده ولی بسیار متفاوت‌تر از اون چیزیه که با جیمز ساندرلند رو تجربه کردی. اون به ناچار به پرس زنی‌هاش ادامه میده تا اینکه به قسمت رختکن بانوان میرسه و ناگهان تلفن شروع به زنگ زدن میکنه. هدر گوشی رو بر میداره و فردی مرموز مدام تولد 31 و 24 سالگی اون رو تبریک میده. Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number. هدر تصور میکنه که اون لنارده ولی مرد مرموز ادعا میکنه که لنارد قاتله و نام اون چیز دیگه ایه. اون حتی به طرز مشکوکی میگه که استنلی هم نیست، چرا که اون حالا زیر خاک دفن شده. در نهایت هدر به مرد مرموز میگه که اون رو با شخص دیگه ای اشتباه گرفته ولی مرد مرموز همچنان ادعا میکنه که اون رو میشناسه. اون به هدر میگه که هدیه‌ای براش داره و اون هم چیزی به جز درد نیست. حالا کدوم رو دوست داره؟ مسببش باشه یا اون رو تحمل کنه؟ You can have the one you hate the most. در انتها بار دیگه تولد هدر رو تبریک میگه و تلفن رو قطع میکنه. But you're wrong. It's not my birthday. در ادامه هدر در یکی از اتاقها کاغذی پیدا میکنه که عبارت تولدت مبارک روی اون حک شده. این اعداد عبارتند از 38 برابر با 17 به علاوه 14 به علاوه 7 که در واقع منظور 7 سال سن شریل، 14 سال سن آلسا و 17 سال سن هدر. هدر با استفاده از نردبانی خودش رو به قسمت زیرین بیمارستان میرسونه. اینجا بسیار شبیه به کانال فاضلابه ولی به جای آب یا هر چیز دیگه‌ای تنها خون در کانال جاریه. هدر مطمئنه که اوضاع بر وفق مراد پیش نخواهد رفت و هر لحظه باید آماده یورش دشمنان باشه. در همین لحظات ناگهان صدای لنارد فضا رو پر میکنه. هدر؟ لنارد، where are you? Thank you. Now I can finally leave you. اون دیده نمیشه ولی صداش به گوش میرسه. به نظر میرسه اون کسی که هدر فکر میکرده نیست. اون هم مانند کلادیا و وینسنت جزو پیروان فرقه است. ابتدا عقایدش رو به آرامی برای هدر بازگو میکنه ولی متوجه میشه که هدر به شنیدن اونها علاقه ای نداره. What are you talking about? About our plans, of course. It's true that God is merciful. But first, one must be chosen. Only we. Go ahead and think whatever you want. What do you mean by that?
I mean that I don't think the way you guys do. اون با شنیدن حرفهای هدر عصبی میشه و تصور میکنه که بهش خیانت شده و بعد از اون هدر رو به مرگی دردناک تهدید میکنه. You tried to trick me so you can run off with my seal, eh? Heretic! You plan to destroy God! I told you I wasn't trying to trick anyone. لحظاتی بعد هیولای بدترکیب و مخوف از زیر خونها پرید میاد و در کمال تعجب هدر متوجه میشه که در تمام طول مدت با یک هیولا صحبت میکرده. بعد از مبارزه نفسگیر هدر اون رو نابود میکنه و بیمارستان به حالت اصلی خودش برمیگرده. بعد از مبارزه هدر خودش رو در حالتی که دراز کشیده در اتاق C4 بیمارستان میبینه. اون بلند میشه و حرکت میکنه که ناگهان یک شیء عجیب رو روی زمین مشاهده میکنه. به نظر میرسه این نشون همون نشونی باشه که لنرد ازش صحبت میکرد. در واقع این نشون همون نشون متاترونه که هری در نسخه اول از اون استفاده کرد. بعد از اون تصمیم میگیره که به مسافرخونه برگرده. در حالی که هدر به سمت مسافرخونه حرکت میکنه، کلادیا و وینسنت اونجا حضور دارن و مشغول صحبت با هم. کلادیا از اینکه وینسنت بدون اطلاع هدر رو به سراغ پدرش فرستاده ناراحته و اون رو سرزنش میکنه. گویا این دوتا از نظر اعتقادات بسیار متفاوتن. وینسنت معتقده که بیبایس از این دنیا لذت برد، ولی کلادیا سعادت و خوشبختی رو در گرو رب و نوع و فردوس رویاهاش میدونه. گویا پدر کلادیا اون رو در سن این کودکی به شدت مورد تنبیه قرار میداده و این موضوع رو وینسنت بهش یادآوری میکنه. وینسنت به کلادیا میگه اساس تمام اون چیزی که اون ایمان میدونه چیزی جز تلاشهای کودکی برای یافتن عشق و محبت نیست. کلادیا زمانی که میبینه اعتقاداتش از ریشه بی اساس خوانده میشن میگه تو نمیفهمی. هیچ کدوم از شماها نمیفهمید. لحظاتی بعد هدر وارد مسافرخونه میشه. اون تنها متوجه حضور وینسنت میشه و به نظر میرسه کلادیا اونجا رو ترک کرده. Where's Douglas? هدر از وینسنت سراغ داگلاس رو میگیره. در جواب اون بهش میگه که داگلاس مسافرخونه رو ترک کرده و همچنین برای هدر یادداشتی به جا گذاشته. متن یادداشت به کلیسای اون طرف دریاچه اشاره میکنه. هدر گیج شده و مفهوم اون رو متوجه نمیشه. وینسنت بهش کمک میکنه و میگه که کلادیا توی اون کلیساست و برای رسیدن به کلیسا میبایست از امیوزمنت پارک رد بشه. If you're going, you better go through the amusement park. It's probably the only way in now. هدر هنگام خارج شدن از مسافرخانه رو به وینسنت میکنه و به اون میگه مطمئن این پیغام از طرف داگلاسه؟ و وینسنت در پاسخ میگه مشکل چیه؟ نکنه هنوز به من شک داری؟ بعد از اونه که هدر از مسافرخونه خارج میشه. هدر بعد از گذشتن از خیابونها به امیوزمنت پارک میرسه. ناگهان دچار سردرد شدیدی میشه و به زمین میفته. زمانی که بلند میشه با صحنه‌ای ترسناک و غیر منتظره مواجه میشه. محیط تغییر میکنه و اون متوجه میشه این مکان دقیقاً همون جاییه که ابتدای بازی در رویاش اون رو دیده. اون با ترس و استراب به پیشرویش ادامه میده تا اینکه مجدداً به اون قطار میرسه. اما این بار پیش از اون که حادثه‌ای روی بده منبع تغذیه اون قطار رو خاموش میکنه. هنگامی که سعی میکنه از ریل عبور کنه در کمال تعجب مجدداً قطار شروع به حرکت میکنه و با سرعت بسیار به سمتش میاد. هدر این بار از روی خوش اقبالی با پرشی به موقع از برخورد قطار با خودش جلوگیری میکنه. I
در نقطه دیگه ای از پارک کلادیا و داگلاس رو میبینیم. کلادیا به داگلاس میگه که وظیفش رو خوب انجام داده و دیگه نیازی بهش نداره. داگلاس از اینکه بازی داده شده ناراحته و با عصبانیت با کلادیا صحبت میکنه. اون به کلادیا یادآوری میکنه که هنگام استخدامش اون مدعی شده بود که هدر رو از اون دزدیدن، در صورتی که اینطور نبوده و هدر از زندگی کردن با پدرش احساس رضایت و خرسندی میکرده. کلادیا باز هم روی حرفش پافشاری میکنه و معتقد هری هدر رو دزدیده. And kept her hidden from us. Yeah, but she says she was happy. She was brainwashed by him. Deceived. اون اضافه میکنه که در واقع هدر هیچ وقت نباید شهر رو ترک میکرد، چون رب و نو در وجود اون نهفته و اون هم زمانی متولد میشه که مادر الیسا مجدداً بیدار بشه. عقاید منحرف و ترسناک کلادیا باعث میشه داگلاس از کوره در بره و اسلحه‌اش رو به سمت اون نشونه بگیره. در طرف دیگه ای پارک هدر سعی میکنه هوشیاریش رو به دست بیاره. گویا بعد از پرش بر روی سقف کیوسک بلیط فروشی افتاده. بعد از اینکه کمی حالش بهتر میشه از اونجا پایین میاد. اون برای ادامه مسیر ناچار از عمارتی ترسناک عبور کنه. هدر در هنگام عبور از عمارت با صحنه‌های عجیب و وحشتناکی روبرو میشه که خوشبختانه گویا تنها جهت ترسوندن اون صورت میگرفتن. هر حال هدر از امارت خارج میشه و به داگلاس میرسه. اون با صورتی خونی بر روی زمین افتاده، گویا پای راستش شکسته. هدر بالاخره اون رو به عنوان یک دوست میپذیره و مطمئن میشه که اون مسئول اتفاقات پیش اومده نیست. I'll call an ambulance. What? I don't think we'll come. Don't worry. I'm used to it. You. داگلاس بهش میگه که با دیدن اون یاد پسرش میفته. از صحبت‌های داگلاس متوجه میشیم که پسرش هنگام دستبرد زدن از یک بانک کشته شده و اون خودش رو مسئول این حادثه میدونه، چرا که به اندازه کافی پول نداشته تا از اعضای خانوادش حمایت کنه. But why? Maybe because his pop was a penniless good for nothing. Listen. هدر بعد از شنیدن صحبت‌های داگلاس تصمیم می‌گیره کاری رو که شروع کرده رو به تنهایی به پایان برسونه. اون به داگلاس میگه که منتظرش باشه و بعد از اون به راهش ادامه میده. Besides, my dad's not around anymore. So only I can do this. بعد از چند قدم هدر انگار متوجه چیزی پشت سرش میشه و برمیگرده و میبینه که داگلاس تفنگش رو به سمت اون نشونه رفته. What are you doing? داگلاس میگه شاید برای پایان دادن به وضع موجود بهترین راه کشتن تو باشه، اما هدر با بی‌اعتنایی و بی‌تفاوتی به راهش ادامه میده. گویا اون این صحنه رو به حساب مزاح و شوخی گذاشته. بعد از کمی پیشروی، هدر به یک یادداشت برمیخوره که هری میسون 17 سال پیش اون رو به جا گذاشته. این دست نوشته در مورد ابهامات هری در مورد الیساست. هری نسبت به الیسا احساس ترحم میکنه. اون نمیدونه که الیسا رو چی خطاب کنه. هیولا، دختر یا یه چیز دیگه. هری فکر میکنه که اون دختر قبل از اینکه هیولا باشه یک قربانیه. با وجود تمام این موارد، هدف اصلی هری یافتن چریل و تصمیم میگیره هر چیز دیگه ای رو به بعد از یافتن اون موکول کنه. هدر همینطور به راهش ادامه میده تا اینکه در نهایت به همون چرخ و فلکی میرسه که در نسخه اول بازی هم وجود داشت، همون جایی که سیبل و هری با هم مبارزه کردن. Thank you.
پدر ابتدا با اسب‌های عجیب شروع به مبارزه می‌کنه و در همین بین ناگهان اونها از حرکت نیستن. دنیا تغییر حالت میده و لحظاتی بعد فردی شبیه به خود هدر، البته با موهای مشکی رنگ، ظاهر میشه. هدر با اون مبارزه میکنه. به نظر میرسه اون خاطره ای از الساست. در طول مبارزه اون 4 بار تغییر فرم میده و هر مرتبه با آسیب رسوندن به اندازه کافی به فرم دیگه ای تبدیل میشه. هدر بعد از شکست دادنش نوشته ای رو پیدا میکنه که از قول آلسا میگه اون مرگ رو به زندگی در اون اتاق، در واقع اتاق بیمارستان، ترجیح میده. اون اضافه میکنه بعد از همه این اتفاقات دیگه از چیزی واهمه نداره. اینجا هدر میگه که با آلسا هم عقیده نیست و بعد به سمت کلیسا حرکت میکنه. هدر بالاخره کلادیا رو ملاقات میکنه و برای انتقام گیری آماده میشه. کلادیا مدام از تولد رب و نو، رستگاری انسانها، حیات مجدد، فردوس جاودان و غیره صحبت میکنه، در حالی که در طرف مقابل هدر با توضیحاتی منطقی و قابل تأمل عقایدش رو رد میکنه. اون تفنگش رو به سمت کلادیا نشونه میگیره ولی دلدرد عجیبش مانع گرفتن انتقام پدرش میشه. کلادیا بهش میگه که این نشانه رشد و پرورش رب و نوعه. هدر به روی زمین میفته و کلادیا مکان رو ترک میکنه. لحظاتی بعد هدر سعی میکنه خودش رو به اون برسونه. اون همینطور محیط رو جستجو میکنه تا اینکه به اتاق اعتراف میرسه. هدر وارد اتاق میشه و متوجه زنی میشه که مشغول اعتراف کردنه. اعترافات اون با حالت گریه و پشیمانی بیان میشن. بعد از اعترافاتش 2 گزینه پدیدار میشه. اون رو ببخشید یا اون رو نبخشید. بعد از انتخاب گزینه مورد نظر، هدر به سمت کتابخونه حرکت میکنه. اون در اینجا وینسنت رو میبینه. گویا وینسنت هم مانند هدر قصد داره جلوی کارهای احمقانه کلادیا رو بگیره. اون دوست نداره رب و نوع شیطانی اون متولد بشه. سپس خطاب به هدر میگه موجوداتی که به زعم اون هیولا بودن در واقع انسانهایی بودن که به دست هدر کشته شدن. هدر شوکه شده و دست و پای خودش رو گم میکنه. در همین بین ناگهان وینسنت اظهار میکنه که داشته شوخی میکرده و منظور خاصی از مطرح کردن اون حرف نداشته. سپس از هدر در مورد سیل آف متاترون سوال میکنه. هدر اون رو به وینسنت نشون میده و میگه حداقل تا زمانی که این رو داریم اتفاقی برامون نمیفته. You mean this thing? Yes, that's it. As long as we have that, we're fine. در انتها اون کتابی در مورد قوانین آدرورد رو به هدر میده و مکان رو ترک میکنه. هدر به جستجوی کلادیا ادامه میده. What do I want? در نهایت اون رو مشغول بحث کردن با وینسنت میبینه. به نظر میرسه بحث اون دوتا بدجوری بالا گرفته. وینسنت قصد متوقف کردن کلادیا رو داره و تمام اتفاقات موجود رو کابوس اون میدونه، نه کار رب و نو. وینسنت میگه هنوز به رب و نو معتقده، اما به روش خودش. کلادیا که تا به حال اون رو هم هدف با خودش میدونست، خائن خطابش میکنه. وینسنت از هدر میخواد که کلادیا رو نابود کنه. بعد از شنیدن این جمله کلادیا خنجر بزرگی رو به پشت وینسنت فرو میکنه و اون به زمین میفته. You'll go to hell!
هدر اون رو تهدید به مرگ میکنه و کلادیا مانند دیوانه ها مدام از تولد رب و نو سخن میگه. وینسنت همونطوری که در حال خونریزیه از هدر میخواد که از متاترون استفاده کنه. هدر این کار رو انجام میده ولی به نظر میرسه متاترون قدرت خودش رو از دست داده. The seal of Metatron? Now your stupid dream is over. Oh, that's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? کلادیا مجدداً ضربه‌ای رو به وینسنت وارد می‌کنه ولی این بار خنجر به قلبش اصابت می‌کنه و باعث مرگش میشه. کلادیا که کاملاً دیوانه به نظر می‌رسه با حالتی عرفانی رو به وینسنت می‌کنه و میگه رب و نو حتی تو رو هم دوست داره. کلادیا با افتخار و خوشحالی زیاد در مورد تحقق رویاهاش سخن میگه که ناگهان مجدداً بدندرد هدر گریبانش رو میگیره و رنگ پوستش سرخ میشه و بر روی زمین میفته. کلادیا هر لحظه خوشحالتر و خوشحالتر میشه. جلو میاد تا اینکه در کمال تعجب هدر از روی زمین بلند میشه و دیگه هیچ اثری از سردرد در اون دیده نمیشه. Shut your stinking mouth, bitch! هدر متوجه مایه قرمز رنگی میشه که به گردنبندش آویزانه. اون رو میخوره و لحظاتی بعد به طور عجیبی شروع به استفراغ کردن میکنه. کلادیا متوجه میشه اوضاع بر وفق مراد نیست. لحظاتی بعد موجودی کرمانند که حتی بیشباهت به یک جنین نیست از بدن هدر بیرون میاد و به نظر میرسه این همون رب و نو باشه. کلادیا مات و مبهوته. هدر سعی میکنه اون رو نابود کنه که کلادیا مانع میشه و اون رو در آغوش میگیره. اون خطاب به هدر میگه کاری که اون از انجامش عاجز بود رو خودش به پایان خواهد رسوند و رب و نو رو به دنیا خواهد آورد. سپس شروع به بلعیدن موجود کرمانند میکنه. رنگ پوست اون دقیقا مانند هدر قرمز میشه و از روی درد دور اتاق شروع به دویدن میکنه.
تا اینکه موجودی اون رو به داخل میکشه. هدر هم پشت سر اون خودش رو به سمت سوراخ پرتاب میکنه. در اینجا هدر با آخرین باس بازی روبرو میشه. اون کنار اون موجود عجیب و غریب قرار میگیره و به کنایه میگه این همون رب و نوعه؟ بعد از شکست دادن باس نهایی چندین مرتبه به اون موجود ضربه میزنه تا اینکه مطمئن بشه به طور کامل از بین رفته و سپس شروع به گریه کردن میکنه، چرا که میدونه حتی با گرفتن انتقام هم پدرش هرگز دیگه بر نمیگرده. خب پیش از پایان داستان سایلنت هیل سه به رسم این مجموعه به سراغ پایان‌های این قسمت میریم. این شماره برخلاف دو نسخه قبلی تنها سه اندینگ داره. در این پایان هدر به امیوزمنت پارک برمیگرده و داگلاس رو مشاهده میکنه که بر روی نیمکتی نشسته. هدر جوری رفتار میکنه که گویا تسخیر شده. اون خنجرش رو بیرون میکشه و به داگلاس میگه تو هنوز زنده ای؟ و به سمتش حرکت میکنه. داگلاس از دیدن این صحنه شوکه میشه و با نگرانی به هدر خیره میشه. ناگهان هدر شروع به خندیدن میکنه و میگه این کار شوخی بیش نبوده. داگلاس متوجه میشه اون کلادیا رو از بین برده و با آرامش تمام نفسی عمیق میکشه. هدر دیگه دوست نداره اون رو به این نام صدا کنن، چرا که دیگه چیزی وجود نداره که از اون پنهان بشه. اون از داگلاس میخواد از این به بعد اون رو چریل، نامی که پدرش براش انتخاب کرده بود، صدا کنه. داگلاس بهش میگه که آیا قصد داره رنگ موهاش رو هم عوض کنه، که هدر میگه بلوند از نظرش جالبتر و لذت بخشتره. در انتها هدر نگاهی به آرامگاه پدرش میندازه و متوجه میشه اون به آرامش ابدی دست پیدا کرده. در اینجا بازی به پایان میرسه. این پایان با کشتن تعداد کمی از هیولاها و نبخشیدن فرد داخل اتاق اعتراف به دست میاد. این پایان نشون میده که هدر هنوز هم بر اعتقاداتش پایبنده و تفکرات فرقه نتونسته هیچ خللی در باورهاش ایجاد کنه.
اون هنوز ملایمت و خدای ابدی و ازلی و واقعی رو باور داره و معتقده رب و نوعی که توسط انسانها خلق بشه نمیتونه خوشی و زیبایی رو به ارمغان بیاره. پدر با رفتن بر سر مزار هری نشون میده که دنبال روی اعتقادات پدرشه. در این پایان هدر بعد از نابودسازی باس نهایی نزد داگلاس برمیگرده. دوربین حجم زیادی از خون رو نشون میده و سپس هدر رو مشاهده میکنیم که بالای سر جنازه‌ای با چاقوی خونی ایستاده. متوجه میشیم اون جنازه داگلاس بوده. این پایان با کشتن تعداد زیادی هیولا و بخشیدن زن داخل اتاق اعتراف به دست میاد. در واقع اگرچه هنوز هم هدر نشون میده که به رب و نوع فرق اعتقادی نداره، ولی اعمالی که در بازی انجام داده نشان از این داره که حرفهای کلادیا و خاطراتی که از گذشته به خاطر اومده در ضمیر ناخودآگاهش تأثیر داشته و به نوعی به تسخیر در اومده. در واقع این پایان حالتی طنزگونه داره و همون پایان مشهور یوفو سری سایلنت هیله. بعد از اتفاقات بازی هدر به آپارتمانش برمیگرده و در کمال تعجب هری رو میبینیم که سالم و سرحال بر روی صندلی نشسته. کنار دست اون موجودی فضایی در حال چای خوردنه. هدر با هیجان کامل در مورد اتفاقات پیش اومده صحبت میکنه که ناگهان هری عصبی میشه و تصمیم میگیره از شهر سایلنت هیل انتقام بگیره. لحظاتی بعد بشقاب پرنده هایی رو مشاهده میکنیم که بر فراز شهر به پرواز در میان و با لیزرهای فوق‌العاده قوی تقریبا کل شهر رو نابود میکنن. بعد از اون آهنگ ژاپنی پخش میشه و بازی به اتمام میرسه. در مورد این پایان گفتن این نکات خالی از لطف نیست که این پایان به سبک کارتونی یا نقاشی شده به تصویر در میاد. در حین صحبت‌های هدر و هری، جیمز ساندرلند رو در پس زمینه مشاهده می‌کنیم و در نهایت این پایان بعد از به دست آوردن سلاح هدر بیم و کشتن 31 هیولا با استفاده از اون روی میده. خب به پایان داستان سایلنت هیل 3 رسیدیم. نظر شما در مورد این قسمت چیه؟ نظرات خودتون رو در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. پیش از پایان این رو هم بگیم که به زودی با تحلیل مفصل سایلنت هیل 3 برمیگردیم. بنابراین فراموش نکنید که کانال بازی سنتر در یوتیوب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی مطلع بشید.